مارچ سال 2012 میلادی و این 613مین برنامه بخش فارسی رادیو ادلید صدای انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی است که میشنوید. این برنامه هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 3 تا 4 نیم بعد از ظهر روی موج اف ام ردیف 100.9 رادیو دیجیتال و از اینترنت به نشانی رادیو نقطه ادلید نقطه edu نقطه au از شهر زیبای ادلید مرکز استرالیای جنوبی پخش می شود. اگر مایل هستید با ما تماس بگیرید شماره تلفن استودیو 830-35000 است و پیش شماره شهر ما 08 است. این اگه از شما دعوت می کنم به اخبار توجه بفرمایید که آقای علی میرسپاهی تهیه و به آگاهی شما می رسانند. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت تمامی پارسی زبان. علی میرسپاهی هستم، با اخبار این هفته در خدمت شما خواهم بود. نخست خلاصه اخبار. هاشمی رفسنجانی در ریاست مجمع تشخیص ابقا شد. خدمات بانکی سویفت به ایران از روز شنبه قطع شد. وزیر دفاع آمریکا: زمان برای حل بحران هسته‌ای ایران به سرعت سپری می شود. درگیری میان حامیان احمدی نژاد و مخالفان دولت در مقابل مجلس. کواکبیان: شماری از نمایندگان در پی طرح عدم کفایت احمدی نژاد هستند. سانحه رانندگی برای علی دایی: انتقال به اتاق عمل. شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به مشروع اخبار توجه بفرمایید. متشکرم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حکمی ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره 5 ساله دیگر معرفی کرد و در این حکم اکبر هاشمی رفسنجانی را بار دیگر در منصب ریاست این مجمع ابقا کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در متن این حکم آمده است: ضمن تشکر از همه آقایان این اعضای محترم، ریاست و دبیرخانه مجمع برای دوره 5 ساله جدید، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی را با ریاست جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی تعیین می‌کنم و ضمن تأکید بر ارجای کامل توصیه‌های ابلاغ شده دوره گذشته، نکات دیگری به پیوست این حکم ابلاغ خواهد شد. انتصاب هاشمی رفسنجانی برای چهارمین بار به ریاست این نهاد پرنفوذ در حالی صورت می‌گیرد که روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای منتشر می‌شود، روز 1 بهمن ماه طی خبر ویژه از سخنان تازه اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده و حتی نوشت سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی انگلیس اخیراً حساب ویژه‌ای برای اظهارات آقای هاشمی باز کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی همواره از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد بوده و در مصاحبه روز سه‌شنبه خود نیز به دولت انتقاد کرد که یا از سند چشمانداز 20 ساله عقب است یا در اجرای آن تخلف می‌کند. انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی که به اختصار سویفت خوانده می‌شود، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد کلیه خدمات خود را به آن دسته از بانک‌ها و نهادهای مالی ایران که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا هستند از روز شنبه 27 اسفند ماه قطع می‌کند. انجمن ارتباط میان بانکی جهانی که به اختصار سویفت خوانده می‌شود، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد کلیه خدمات خود را به آن دسته از بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا هستند از روز شنبه 27 اسفند ماه قطع می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر اجرایی سویفت در این زمینه گفته است تصمیم اتحادیه اروپا سویفت را مجبور به این اقدام کرده است. به گزارش رویترز، ایران یکی از استفاده کنندگان از این سیستم است و قطع ارتباط با سویفت باعث خواهد شد که ایران یکی از مسیرهای اصلی تجارت با دنیا را از دست بدهد. بانک‌های ایرانی بخش بزرگی از مبادلات تجاری خود را با استفاده از همین سیستم انجام می‌دهد. لئون پانتا، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الحره در 15 مارس در شهر ابوظبی امارات متحده عربی به بحران به وجود آمده درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و چشم‌انداز حمله اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پرداخته است. به افزود
هنوز زمان برای حل و فصل دیپلماتیک برنامه اتمی ایران وجود دارد، ولی این زمان به سرعت سپری می شود. وزیر دفاع آمریکا با ابراز خوشبینی از نتایج تحریم‌های وضع شده علیه ایران روز پنجشنبه گفت: فکر می‌کنم برای نخستین بار است که جامعه بین‌المللی درباره مسئله برنامه هسته‌ای ایران موضع متحدی را اتخاذ کرده. پیامشان هم بسیار روشن است، اینکه ایران نباید سلاح اتمی تولید کند و باید به عنوان بخشی از خانواده کشورهای جهان به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. به گزارش ایلنا، حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور چهارشنبه در مقابل ساختمان مجلس با مخالفان دولت درگیر شدند که این درگیری منجر به دخالت یگانه ویژه شده است. به گزارش ایلنا، وضعیت مقابل مجلس چندان حالت عادی نداشت و همچنان متشنج بود. این درگیری ها همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی برای پاسخ دادن به پرسش های نمایندگان صورت گرفت. در همین حال به گزارش خبر آنلاین، صبح چهارشنبه تعدادی از اسیران جنگ ایران و عراق همزمان با سوال از محمود احمدی نژاد در مقابل مجلس تجمع کردند. این جمع معترض به عدم پرداخت مطالبات خود هستند. همچنین در میان تجمع کنندگان شعارهای علیه دولت سر داده می شود. ایسار نیوز ششم آذر ماه نوشت که مسعود ذریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران از تشکیل کارگروهی در دولت برای تعیین تکلیف مطالبات دوران اسارت اسیران پیشین جنگ ایران و عراق و پرداخت آن تا پایان سال 90 خبر داده بود. از محمود احمدی نژاد در جلسه روز چهارشنبه شامل مواردی مانند خانه‌نشینی 11 روزه رئیس جمهوری، موضوع وزارتخانه‌های ادغام شده و بودجه آنها، نحوه عزل منوچهر متکی از وزارت خارجه، توضیح درباره عبارت مجلس در رأس امور نیست و بودجه استانها و نحوه مدیریت اقتصادی او بود. تعدادی از نمایندگان نسبت به برخی از پاسخهای محمود احمدی نژاد که با شوخی و تمسخر همراه بود به شدت اعتراض کرده و آن را توهین به مجلس خواندند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به انتقاد این نمایندگان اعتراض آنها را به جا دانست و گفت که مجلس جای شوخی نیست. وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: متاسفانه در عمل هم ثابت شد پیشبینی ما درست بود و پاسخهایی که آقای احمدی نژاد داد فقط روابط مجلس و دولت را تلخ‌تر و جنجالی تر کرد. به نوشته الف، سوال کنندگان فقط 15 دقیقه و رئیس جمهور 60 دقیقه وقت قانونی داشتند و پس از پاسخ رئیس جمهور نمایندگان قانوناً هیچ کاری جز اعتراض و تذکر نمی توانستند انجام دهند. در حالی که هنوز واکنش‌ها به پاسخ محمود احمدی نژاد به مجلس ادامه دارد، مصطفی کواکبیان می گوید شماری از نمایندگان در تلاشند طرح عدم کفایت رئیس جمهور را به جریان بیاندازند. محمود احمدی نژاد رئیس دولت روز چهارشنبه 24 اسفند سرانجام در بهارستان حضور یافت و به پرسش‌های دهگانه نمایندگان پاسخ گفت. با این حال نحوه پاسخ دادن او به این پرسش‌ها به گونه‌ای بود که بسیاری از نمایندگان آن را به توهین و استهزا تعبیر کردند. خبرنگاران پارلمانی که در آن روز در مجلس حضور داشتند مجلسی‌ها را بهت زده و عصبانی توصیف کردند. روزنامه اعتماد گوشه ای از این مواجهه رئیس قوه مجریه با مجلسی‌ها را اینگونه گزارش کرد: یکی از اصولگرایان به پشت دست می‌زد و راه می‌رفت و بلند بلند می‌گفت آقا میکروفونش را قطع کنید. آبروی من را برد. احمدی نژاد اما نگاهش خیلی فرق داشت. میگفت من امروز تعارف نمی‌کنم داداششون. بیایید یکم با هم راحت باشیم. ببینید یکم با هم صفا کنید. اکنون مصطفی کواکبیان از جناح اقلیت مجلس هشتم میگوید شماری از نمایندگان در پی به جریان انداختن طرح عدم کفایت سیاسی محمود احمدی نژاد هستند. علی دایی چهره سرشناس فوتبال ایران در مسیر تهران به اصفهان و در حین رانندگی دچار سانحه شد. در این حادثه خودروی او واژگون شده است. آخرین گزارش ها حاکی از انتقال علی دایی به اتاق عمل است. علی دایی زیر نظر دو پزشک متخصص ابتدا در قسمت اورژانس پروما
و سپس ICU بستری شد. اما با تشخیص پزشکان در ساعات پایانی شنبه شب برای ترمیم پارگی ها در قسمت سر به اتاق عمل رفت. جمعی از هواداران فوتبال پشت در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تجمع کردند. مدیر این بیمارستان از احتمال انتقال علی دایی به تهران خبر داده و گفته است خوشبختانه مشخص شد که مشکل دایی جدی نیست و با توجه به صحبت‌هایی که شده احتمال این را می‌دهیم که به تهران انتقال پیدا کنند. دکتر محمد حسین عربی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می‌گوید عمل جراحی بر روی سر علی دایی ممکن است 4 یا 5 ساعت طول بکشد. او در توضیح این مسئله گفت احتمال دارد بخشی از پوست سر نیاز به پیوند داشته باشد که در این صورت منجر به طولانی شدن جراحی خواهد شد. پیشتر یکی از پرسنل اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در گفتگو با رادیو فردا حال عمومی علی دایی را خوب توصیف کرده و گفته بود پزشکان منتظر بررسی نتیجه CT اسکن بر روی وی هستند. دایی در این سانحه تنها نبوده است. برادرش محمد که از مربیان راهن است و ژلکو میاچ دستیار گروات دایی نیز سرنشینان اتومبیل پورشه دایی بودند. دایی حوالی کاشان کنترلش را از دست داد و اتومبیلش واژگون شد. هر سه به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند و CT اسکن از سر علی دایی گرفته شد. او دچار خونریزی و شکستگی از ناحیه سر شده بود. پزشکان برای اطمینان بیشتر از او خواستند چند ساعتی را در بیمارستان و تحت مراقبت پزشکی بماند. دایی در تماس کوتاه با یکی از نزدیکانش گفته است حالم خوب است و منتظرم که پزشکان اجازه مرخصی بدهند. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی سبز شما و با امید به اینکه حال این قهرمان ملی ما هرچه زودتر خوب بشه، از شما دعوت میکنم به سایر برنامه‌های امروز توجه بفرمایید. متشکرم.
دل منی که داری از را میرسی تو آسمون دل من عزیز هر از ما شنوندگان عزیز، تلفن بسیار محبت آمیزی داشتیم از پاریس، اول برنامه از آقای داریوش. خیلی ممنون آقای داریوش، انشالله شما هم سال بسیار خوبی داشته باشید و سالهای سال با خوشبختی و سلامتی زندگی کنید. با سلام گرم به خدمت همه شنونده های عزیز، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. امروز برنامه هامون بیشتر باید حال و هوای عید رو داشته باشه. من فکر میکنم یک مقداری سعی کردیم که این بله، حالت باشه. انشالله. بله. امیدوارم که همه از برنامه ها لذت ببرید. دو تا تلفن دیگه داشتیم از عزیزانمون، یکی آقای هدایت علیزاده که لطف کردن و عید نوروز رو به همه ایرانی زبان ها تبریک گفتن، و همچنین آقای علی انصاری زنگ زدن و عید نوروز رو به همه تبریک گفتن و برای همه سال خوشی رو آرزو کردن. ما هم برای عزیزان سال خوشی آرزو میکنیم. اگه دوستان دوست دارید زنگ بزنید و پیغامی برای دیگران بفرستید، شماره تلفن ما 835000 و میتونید تلفن بزنید. هفت سین‌های نوروزی سرسری برگزیده نشدند، از دکتر ناصر انقطاع. نکته‌ای در خور نگرش درباره هفت سین‌های باستانی و کهن که از زمان باستان تا امروز از سوی نیاکان ما بر خوان نوروزی می‌نهادند این است که هفت سین‌ها باید دارای این پنج ویژگی باشد: یک، نام آنها پارسی باشد. دو، با بند واژه یا حرف سین آغاز شود. سه، دارای ریشه گیاهی باشند. چهار، خوردنی باشند. و پنجم، اینکه نام آنها از واژه های ترکیبی مانند سبزی پلو، سیر ترشی، سیب زمینی و مانند آنها ساخته نشده باشند. با نگرش به پنج بندی که ذکر شد، میبینیم که سیب، سیر، سماق، سرکه، سمنو و سبزه و سنجد همه دارای این پنج ویژگی هستند. بر این پایه سنبول نه خوراکی است نه پارسی، بلکه تازی است. سکه نه خوراکی است نه پارسی و تازی است. سماور نه خوراکی است نه پارسی، روسی است. با نگرش به آنچه که آمد در 20 میلیون واژه های پارسی، نمیتوان هشتمی را برای هفت سین های نوروزی پیدا کرد که دارای این ویژگی باشند. در پایان باید افزود که هر یک از سینهای هفت سین نماد یکی از سپنتاهای کیش زرتشت است. سیر نماد اهورامزدا، سبزه فرشته اردیبهشت نماد آبهای پاک است. سیب فرشته سپندارمز، فرشته زن نماد بارداری و پرستاری است. سنجد فرشته خرداد نماد دلبستگی. سرکه فرشته امرداد نماد جاودانگی. سمنو فرشته شهریور نماد خاربار. سماق فرشته بهمن نماد باران.
سرم افتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برات ستاره بارونت کنم. یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم. دوست دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق سری به دل بر بزنم، بشینم رو بوم بیان دونه و چمبر بزنم، اگه روم در و بانکر تا به سهر بهر بزنم، اگه روم در و بانکر تا به سهر بهر بزنم. همیشه با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. تو باشم تو باش دنیا، هم تو بیداری یا هم تو خواب و رویا، واسه تو باز بخونم مثل قدیما. کدوم از بهار من میرم به تنها، عاشق تنهاییم این نفی با تنها. با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. خب آهنگ گروه آریان هم شنیدید، انشالله که لذت برده باشید. من که اولین بار بود میشنیدم خیلی آهنگ زیبایی به نظرم رسید خانم. بله این یکی از آهنگای مورد علاقه من. خب خدا رو شکر. خیلی قشنگه. بله. تلفن داشتیم؟ بله بله، یکی از شنونده ها زنگ زدن و گفتن که چرا امسال جشن چهارشنبه سوری نداریم؟ به این شنونده عزیز عرض میکنم که جانا سخن از زبان ما میگویی. برای اینکه بله. هم بنده میگم چرا نداشتیم، واقعا حیفه، چون بچه‌ها داشتیم که مشتاق بودن، چرا چهارشنبه سوری نداشتیم و فکر کنم هنوز جواب قانع کننده‌ای بنده که نگرفتم. گفتن که انجمن تصویب کردن که نباشه، حالا چرا تصویب کردن کاش بعدن علتش رو بگن. ولی خانم چهارشنبه سوری نداشتیم، آهنگ چهارشنبه سوری که میتونیم داشته باشیم. چقدر خوب، چرا که نه، حتما گوش میکنیم. چهارشنبه سوری شب چهارشنبه سوری تق تق قاشق زنده، دل میگه یارم میاد این دفعه رو موندنیه، سرخی تو از من و زردی و مال آتیشه، بیا تا دعا کنیم با هم بمونیم همیشه، بیا تا دعا کنیم با هم بمونیم همیشه. بوته 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 چهارشنبه سوری، خدا عشقم و برسون یه جوری، به جای عیدی ازش بوسه میخوام، دل دیگه سرش نمیشه صبوری، خدا عشقم و برسون یه جوری. شب چهارشنبه سوری یه سال پیش عاشق سرخی اون لبات شدم، میونه آتش بازی تو شهرمون،
محو آتش بازی چشات شدم، محو آتش بازی چشات شدم. چال اون گونه ها تو ماه نداره، سبزی اون چشاتم تا نداره. مثل یک بطه خشک از عشق تو گر گرفتم دیگه هاشا نداره، گر گرفتم دیگه هاشا نداره. بطه چهارشنبه سوری، خدا عشقم ها برسون یه جوری. به جای عیدی ازش بوسه میخوام، دل دیگه سرش نمیشه صبوری. خدا عشقم ها برسون یه جوری. شب چهارشنبه سوری تق تق پاشخ زنیه، دل میگه یارم میاد این دفعه رو موندنیه. سرخیه تو از من و زردی و مال آتیشه، بیا تا دعا کنیم با هم بمونیم همیشه، بیا تا دعا کنیم با هم بمونیم همیشه. بطه 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 چهارشنبه سوری، خدا عشقم و برسون یه جوری. به جای عیدی ازش بوسه میخوام، دل دیگه سرش نمیشه صبوری. خدا عشقم و برسون یه جوری. شب چهارشنبه سوری یه سال پیش عاشق سرخی اون لبات شدم. میونه آتش بازی تو شهرمون، محو آتش بازی چشات شدم، محو آتش بازی چشات شدم. چال اون گونه ها تو ماه نداره، سبزی اون چشاتم تا نداره. مثل یک بطه خشک از عشق تو گر گرفتم دیگه هاشا نداره، گر گرفتم دیگه هاشا نداره. بطه چهارشنبه سوری، خدا عشقم و برسون یه جوری. به جای عیدی ازش بوسه میخوام، دل دیگه سرش نمیشه صبوری. خدا عشقم و برسون یه جوری. بطه چهارشنبه سوری. انشالله که این آهنگ شما رو به حال هوای چهارشنبه سوری برده باشه. آقای فرخ این آهنگ رو خونده بودن. بله، چند تا تلفن داشتیم از شنونده های بسیار عزیزمون. یکی خانم روحانی زنگ زدن و عید نوروز رو به همه تبریک گفتن و در ضمن گفتن که برای آقای علی دایی دعا میخونن و از همه گفتن که اگه دوست داشته باشن دعا بخونن که حالشون خیلی هرچه زودتر خوب بشه. تلفنی از فریبا خانم روح الفدا داشتیم که ایشون هم ما رو مورد لطف و محبتشون قرار دادن و به همه ایرانیان مقیم ادلید و همه ایرانیان دنیا نوروز رو و سال جدید رو تبریک گفتن. و خانم محمودی هم زنگ زدن و ایشون هم ما رو مورد لطف و محبتشون قرار دادن و سال جدید و نوروز رو به همه ایرانیان در سرتاسر دنیا تبریک گفتن. ما هم به این عزیزان تبریک میگیم و در برنامه بعدی که پخش میشه ما به همه تبریک خواهیم گفت. ساعت 3:31 است. بفرمایید. مسافرانی که به خاطر تعطیلات عید از دیگر شهرهای استرالیا یا از کشورهای دیگه مهمون شهر ما هستن، به اونام خوش آمد میگیم و امیدواریم که عید امسال در ادلید بهشون خوش بگذره و با خاطرات خوشی به محل اقامتشون برگردن. بسیار یادآوری جالبی فرمودید. نرم نرمک میرسد اینک بهار، بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخهای شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگهای سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.
خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دریغ از تو اگر چون من نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار. بهارتان پرگل و نوروزتان فرخنده باد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. بلبل نغمه خانش نغمه دوباره
سردهد میکده باز میشود تشنه به آب میرسد ابر سیاه میرود یار به یار میرسد باد بهار میوزد مژده که یار میرسد باد بهار میوزد مژده که یار میرسد باد بهار. خب آهنگی که شنیدید با صدای شیدا و مسعود جاهد بود. ساعت 3:38 است. آقای سروش یه چیز گفتید که پارسال در مورد نوروز به یکی از رادیوها زنگ زده بودید، رادیوهای مورد علاقتون. شاید خوب باشه که برای شنونده‌های عزیزمون بگید که اگه یه وقت حوصله‌شون شد یا دوست داشتن اونام این کارو بکنن. خواهش می‌کنم. من پارسال داشتم به یکی از رادیوهایی که معمولا بین 9 تا 11 برنامه مورد علاقه منو گوش می‌کردم، یه دفعه گفتم که روز عید بود، خونه تنها بودم، گفتم بهش زنگ بزنم بگم که امروز سال نو ماست. زنگ زدم، اتفاقا آقای دیوید سبان مجری اون برنامه است. گفتش که چجوری، من توضیح خیلی مختصری دادم. بعد از پخش یکی دو تا آهنگ خودشون اومدن صحبت کردن که فلانی به من زنگ زده، من رفتم اینترنت تحقیق کردم. حالا این توی رادیو ایشون اعلام می‌کردن. بله ایشون اعلام می‌کردن که چقدر مراسم جالبی دارن عید نوروز ایران. اطلاعاتی ایشون گفتن که مقدارش من نمیدونستم و خیلی جالب بود. میخواستم حذف کنم که اگه دوستانی هستن که روز سه‌شنبه خونه هستن و رادیوهای مورد علاقه شون رو گوش میکنه، زنگ بزن بگم امروز سال نو ماست که اقلا در مورد عید بتونن اون رادیوها شاید صحبت کنه. از جمله دیشب که من کنسرت کشکول بودم که بعد بگم جای خیلی از عزیزان خالی بود، چقدر جالب بود، با خانمی آشنا شدم. ایشون میفرمودن که پسرشون میرن مدرسه، با اینکه تازه تشفا بردن 2.5 سال هست، ایشون هم در اون مدرسه داوطلبانه همکاری میکنن و سفره هفت‌سینی آماده کردن که روز عید ببرن برای مدرسه و با معلم‌ها و به اصطلاح شاگردا اونها رو با فرهنگ ایرانی آشنا کنن. کار جالبیست. چقدر عالیه. بعد گروه کشکول اتفاقا خیلی از اونایی که شرکت کرده بودن غیر ایرانی بودن و اون صحبتایی که بعد از کنسرت میکردن و برای اون کسایی که نیومده بودن، استرالیایی که نیومده بودن به کنسرت و داشتن توضیح میدادن، چقدر جالب بود. بله و من دیشب خیلی جالب بود که تعداد غیر ایرانی ها بیشتر بود و مایه خوشحالیه که گروه کشکول سبب شدن که، یا هنرمندان دیگه، که موسیقی ایرانی رو اینطور به مردم بشناسونن که تعداد شرکت کنندگان استرالیایی از ایرانی ها بیشتر بود. و هر صورت من امروز در برنامه آهنگ های تکراری هم، آهنگ نه، بعضی برنامه های تکراری هم پخش خواهم کرد که بله اتفاقا فکر جالبیه، مخصوصا اگه که شنونده های جدیدی داشته باشیم که به جمعمون پیوستن. به هر صورت بعضی برنامه ها هست که یکی دوبار شنیدنش شاید بیارزه. بله. مخصوصا این روزها هم که به عید نزدیکه. بله ولی بله. الان چون یه خورده صحبت های ما برنامه مخصوص عید نیست، ولی حالا هوای عید هست، یه خورده طولانی شد، یه آهنگ بشنویم، بعدش برنامه تکراری رو پخش خواهم کرد. بله. یا بیا دل برو که من قربون تو شم، دنیا دو روزه، یا مکن شو روزه من خرشیده من صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده او یک سال برم سال نورومد، یک سال چنو تنده برم که پندری همی دیروزه. آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه، چون خبر سون دل بینه که قرد تو کمون پشت ما بوزه. یا بیا یا بیا افت و فرون شد پشت کون، کم کم اون چون شما، یا که با سر زد زکو ما همچنون
یک هم احتم شد برچه چنی برچه چنو ای چنو مبون دل برو کمیم و ای جور کمی بینی زمون سال به سال کهنه با مون شد آی بیا کنو روزه دنیا دو روزه تا آدمی جون دلم چشم تو برسون زندینه که قد تو کمون پشت با بوزه بیا بیا با هم برم بند دره یا چره با مالا بهو سبا دیر سبا ورخه بیا تا برم حالا در آن دره دور از همه بی هم همه خرم و خندان دور از شر و شور و شره با شر شره او کنم یا مالا آی بیا که نوروزه دنیا دروزه تا آدمی جون دلم چشان تو برسون زمدینه که قد تو کمون پشت موغوزه تا آدمی جون دلم چشان تو برسون زمدینه که قد تو کمون پشت موغوزه. خب اینم که آهنگ سیما بینا بود که شنیدید. یک خسته نباشید صمیمانه داریم به رانندگان عزیز تاکسی که به شغل شریف رانندگی تاکسی مشغول هستند، که به نظر بنده علاوه بر اینکه کار سختی هست یک حال خدمت به جامعه هم هست. بله حتما. امیدوارم همه شما سلامت و برقرار باشید و سال جدید بر شما و خانوادتون مبارک باشه. امیدوارم سال نو همچنین آغازی باشه برای شما با مسافران بیشتر، مسیرهای طولانی تر، مسافران کم دردسرتر و قیمت بنزین و گاز پایین تر. بله منم میخواستم آقای سروش در پایان سال و شروع سال جدید بله. از معلمان و همکاران مدرسه ایرانی یاد کنیم که داوطلبانه به جامعه ایرانی خدمت میکنند. براشون سال پربرکتی رو آرزو میکنیم. واقعا این خدمتشون بیش از اندازه با ارزش هست، چون فرهنگ ایران رو برای بچه هامون زنده نگه میدارن با زنده نگه داشتن زبان فارسی و اینکه بتونن فارسی رو بخونن و باهاش راحت باشن. خیلی ممنون. عید اومده نوروز چه فصل بهار میدی صدا کن پای سفره هفت‌سین واسه خوشبختی دعا کن دیگه فصل بهاره خوشی بر سر کاره از عشق کن و دست بزن و شادی به پا کن فردا رو چه دیدی گذشته ها گذشته به آینده نگاه کن فردا رو چه دیدی فردا رو چه دیدی چشمای همه منتظر مجده فرداست عید اومده نوروز با یک سال جدیدی فردار شدیدی فردار شدیدی تو چشمای من نگاه نکن بنا امیدی فردار شدیدی فردار شدیدی فردار شدیدی
واسه خوشبختی دعا کن. دیگه فصل بهاره، خوشی بر سر کاره، از عشق کن و دست بزن و شادی به پا کن. فردا رو چه دیدی؟ گذشته ها گذشته، به آینده نگاه کن. عید اومده نوروز، چه فصل پر امیدی. خب واقعا فردا رو چه دیدین؟ شاید حتما بهتر خواهد بود. نیست؟ بله اشاره. خانم ژاپنی ها دارن آسانسوری می سازن که از زمین فاصلش تا بالا 96,000 کیلومتره و وقتی با آخر این آسانسور می رسین شما در اونجا در محوطه‌ای خواهید بود، در یک رستوران شیک که می تونید خوراکی های لذیذ، دسرهای لذیذتر سفارش بدید و در و در بلندترین بام آسمان بشینید و نوشیجان کنید و نظارگر کهکشان هم باشید. خیلی باحال نه؟ خیلی عالیه. چی کار باید بکنیم بتونیم اونجا بریم آقای سوریش؟ الان خدمتتون عرض میکنم، خیلی ساده است. بله. باید 30 سال صبر کنید. اوه خب. و میلیونر باشید و در اون زمانی که 30 سال دیگه اونم میشه ترتیب داد. بله. 900,000 دلار پول بلیت بدید. خب. و هر دفعه هم بیش از 30 نفر تو آسانسور جا ندارن. شما دوست دارید با این آسانسور سفر کنید؟ بله حتما، اگه مثبت فکر کنم. بله. شاید اونجا برسید. منم اتفاقا با این آسانسور نه، ولی منم در اونجا که دوستان دارن به اصطلاح خوراک و دسرای لذیذ سفارش میدن، منم فکر کنم بتونم در یکی از کهکشان ها نظارگرشون باشم. اونجا رو که منتها... همه میریم آقای سروش، دیر یا زود. برای اون نه، من بلیت میخرم با عزتون، نه منتظر چیز میشم. بله. منتظر بلیت نمیشم. پس شاید یکی از برنامه تکراری اینم. برای خنده گفتم، امیدوارم همیشه سالم و برقرار باشن همه. این هم یکی از برنامه‌های تکراری که یکی چند نفر از دوستان قبلا خواسته بودن که یک بار دیگه بشنون، به شنیدنش می‌ارزه. جمشید خان کلافه از همون 6 سال اول زندگی شروع کردن که توی 6 ساله اول بهشون تذکر دادن جمشید گرگه نکن، شیطونی نکن، دستت تو دماغت نکن، مامانت اذیت نکن، شلوارت خیس نکن، رو دیوار نقاشی نکن، دمپای بابادا پاد نکن، اسباب بازی ها رو تو دهنت نکن. خلاصه توی دوره دبستان به جمشید کلافه گفتن جمشید موقع رفتن مدرسه دیر نکن، ورقا دفترت رو پاره نکن، دستت تو کیفی بغل دستت نکن، تو کلاس فسفس نکن، شخص سیاه را کثیف نکن، مدادا تو دهنت نکن. تو دوره راهنمایی بهش میگفتن جمشید ترقه بازی نکن، تو کوچه فوتبال بازی نکن، مدرسه میای دیر نکن، بعد از ظهر سر صدا نکن، اتاق تا شلوغ نکن، با به تابی ادب رفت آمد نکن، رو میزی بابا چه تا بادا بلا نکن، در رو بست نکن بابا. خلاصه رفت جمشید کلافه دبیرستان رو بهش گفتن جمشید اینقدر با کامپیوتر بازی نکن، موتور سواری نکن، با دختر خاله سیاه صحبت نکن، دبیرتون رو مسخره نکن، مردم آزاری نکن، بابا با دعوا نکن. جمشید کلافه رفت دانشگاه، ولی جمشید رشته بی خودی انتخاب نکن، 24 ساعت ترس نکن، خیابونا را مست نکن، شب برا شام دیر نکن، با معمولی پلیس کل کل نکن، چراغ قرمزا اشتیرت نکن، موبایل تا دایورت نکن، همه را دو دره نکن، هر لباسی را تو تن نکن. خلاصه جمشید را سربازی. جمشید موادا بلند نکن، مودا زیاد نکن، فرار نکن، با اسلحه شوخی نکن، به فرمانده بی احترامی نکن، با دختر خاله نامه نگاری نکن، اعتراض نکن. جمشید کلافه وارد دوره شوهر بودن شد که جمشید با خانومت اخما تخ نکن، موبایلت قایم نکن، پولت قرضی رو فقاد نکن، از اکتا قبلی ازدوازت نگهداری نکن، بدون اجازه زنت هیچ غلطی نکن. ای جمشید کلافه بی نوا، دوره پدر شدنشو ببینید. جمشید به
بترا تنبیه نکن، بترا با بترای دیگه مقایسه نکن، بترا اینقدر پررو نکن، به مادری به تبی توجهی نکن، بترا از بازی کردن من نکن، با بتر کل کل نکن دیگه. آخراشه جمشید نکن، ببخشید جمشید کلافه به دوره پیری رسید. جمشید برا به چاد مزاحمه ایجاد نکن، نواد لوش نکن، پول در خرج نکن، یادی جوونی نکن، لباسی شاد تنت نکن، از گذشته ناله نکن، به هر کی رسیدی نصیحت نکن، از رفتن به خونه سالمندان گله نکن. بمیرم الهی جمشید مرد زبون دنیا. جمشید حالا دیگه دوره نکن تموم شد، حالا هر کاری دلت میخواد بکن. شاد شاخه شاخه دست دست سالی نو مبارک، گلاب و لالا و سنبل بیارم فصل باران، نسیم خوشگوار نوبهاران، بگردیم سبز کوبان در چمنزار، بخوانیم نغمه ها در لاله‌زاران، بخوانیم نغمه ها در لاله‌زاران. چی خوشمند
امیدوارم از این آهنگ هم که حال هوای نوروزی داشت و بسیار زیبا بود لذت برده باشید. برنامه ویژه رادیویی برای نوروز روز سه‌شنبه از همین رادیو برگزار خواهد شد، شامل 2 دقیقه مراسم سال نو از ساعت 3:43 تا 3:45 و از ساعت 4 تا 4:30 یعنی 3:43 تا 3:45 که فقط سال نو تعبیه میشه، یه حدود 15 دقیقه بعدش برنامه مخصوص نوروز خواهد بود به مدت 30 دقیقه. بله، شاید لازم باشه که ذکر کنیم که برنامه نوروز انجمن و برنامه نوروز رادیو توسط FBW گاینکولوژی پلاس حمایت مالی شده. خیلی ممنون از این بنیاد. و اما بلیت نوروز گفتن که برای بچه های 5 تا 12 سال $20 خواهد بود و آخرین مهلت فروش بلیت نوروزی همین چهارشنبه است که میاد، یعنی یک روز بعد از عید، چون میدونید که آگهی نوروز رو پخش خواهم کرد، از ساعتش و روزش اطلاع پیدا خواهید کرد، ولی خواستم بگم که تا چهارشنبه وقت دارید. و حالا زمان هوا. بله بله، گزارش هوا امروز یک شنبه 18 مارچ برابر با 28 اسفند ماه 1390 خورشیدی است. گزارش هوای تهران رو خدمتتون میگم. دوشنبه آفتابی و خنک 1 تا 10 درجه، سه‌شنبه و چهارشنبه آفتابی و خنک 2 تا 15 درجه، پنجشنبه ابر صبحگاهی 2 تا 15 درجه، جمعه ابر صبحگاهی 4 تا 16 درجه، شنبه آفتابی و خنک 5 تا 17 درجه و یک شنبه آفتابی و خنک 7 تا 17 درجه. هوای ادلید امروز یک شنبه آفتابی 15 تا 28 درجه، دوشنبه آفتابی 18 تا 31 درجه و سه شنبه بارانی 21 تا 32، چهارشنبه بارانی 14 تا 21 درجه، پنجشنبه باران پراکنده 13 تا 21 درجه، جمعه و شنبه باران پراکنده 13 تا 21 درجه دوباره و یک شنبه بارانی 11 تا 20 درجه. در ضمن شاید بد نباشه که بگیم فردا که 29 ماه اسفند هست، روز ملی شدن صنعت نفت هم هست. خیلی ممنون از این یادآوری شما. و خانم آریانپاد، میدونید که در ایران دیگه الان زمستان رفته. بله درسته. بله. که ما در از روز 21 وارد خزان میشیم، کار ما یه خورده سخت‌تر میشه که هم باید از زمستون بگیم هم از پاییز بگیم، که البته پاییز هم برای خودش فصل زیبایی هست، خیلی زیباست، و هم از بهار بگیم. ولی واقعیت اینه که الان ما در حال هوای نوروزی هستیم، زمستان رفته، بنابراین اگر این سی دی پلیر ما یادگیری کنه، من زمستان سر اومد زمستون رو بعد از گزارش ما سر بابا. به به به، چقدر عالی، مرسی. سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، کوها لاله زاران لاله خوابی دارن، تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن، تو کوها دارن گل جنگل ستاره داره توی سینه‌اش، چان 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 توی سینه‌اش، چان 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 توی سینه‌اش، چان 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 یه
جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. لبش خنده ی نور، دلش شعله ی شور، صدا ششمه و یادش ها بوی جنگل دور، صدا ششمه و یادش ها بوی جنگل دور. کوها لاله زاران، لاله ها بیداران، تو کوها درن گل 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 آفتابا میکاران، تو کوها درن گل گل جان 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 جان، یه جنگل ستاره داره توی سینه‌اش، جان 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 توی سینه‌اش، جان 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 توی سینه‌اش، جان 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 یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. خب ساعت 4:05 است، هنوزم میتونید اگه دوست دارید به ما زنگ بزنید. انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی امسال برنامه جشن نوروز را در سالن دامپولسکی واقع در شماره 232 خیابان انگس برگزار می کند. زمان مراسم ساعت 7 شب روز شنبه 24 مارس سال 2012 می باشد. بهای بلیت برای اعضای انجمن فرهنگی بدین شرح است: $35 برای دانشجویان، بازنشستگان و دانش آموزان و $40 برای سایر اعضا. افراد غیر عضو انجمن با پرداخت هزینه $10 عضویت به علاوه قیمت بلیت اعضا می توانند همزمان عضو شده و بلیت تهیه کنند. برای تهیه بلیت با روابط عمومی انجمن فرهنگی به شماره 0415 13 77 08 یا ایمیل communications.pcasa@gmail.com تماس بگیرید. شما دوستان گرامی، همان گونه که پیش از این نیز به آگاهی شما دوستان رسانده شد، جشن نوروز سال 1391 در سالن دامپولسکی واقع در شماره 232 خیابان انگس در شنبه 24 مارس برگزار خواهد شد. از آنجایی که برای هماهنگی با مسئولین تهیه غذاهای ایرانی و همچنین پرسنل امنیتی شب نیاز به زمان کافی و برآورد دقیق از میهمانان است، انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی فروش بلیط ها را در چهارشنبه 21 مارس مصادف با 2 فروردین متوقف خواهد کرد. لذا از تمامی دوستان گرامی خواهشمند هستیم که بلیط های خود را تا پیش از پایان روز کاری چهارشنبه 21 مارس تهیه فرمایند. برای تهیه بلیط از طریق رایانامه انجمن communications.pcasa@gmail.com و یا با شماره تلفن 0415 13 77 08
با ما تماس حاصل فرمایید. انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی از فروش بلیت در دم در سالن معذور است و در طول شب از ورود دوستانی که بلیت ندارند جلوگیری خواهد شد. شاد و پیروز باشید. انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی. اینم آگهی نوروزی. خانم آریان پاد، یک واقعیتی رو بنده میخوام عرض بکنم، نمیدونم درسته یا نه. بفرمایید. خواهش میکنم. میگم درسته که ما در حال هوای عید و نوروز هستیم، ولی من خودم فکر میکنم که اینطورم. بعض وقتا نزدیکای سال تحویل دل آدمم میگیره یه قدری ها. درسته. خب درسته. یه چیز طبیعی بعض وقتا اینجوری هست. من نمیدونم من تنهام یا اینکه بقیه هم همین احساس بهشون دست میده، ولی من چون تجربه کردم و خیلی مخصوصا در چند سال اخیر روز اول عید ساعت تحویل سال، چون آدم اون هیجانا یادش میاد، اون حالت خاطرات گذشته بعضی وقتا میاد و میبینه که تو خونه تنها هست، یه خود دلش میگیره. میخوام بگم به دوستان، اگر شما هم همچین حالتی بهتون دست میده، نگران نشید، برای که تنها نیستید. دقیقا همینجوره. ولی خب خوبه که توی این جشن و توی این شادی ها سعی کنیم که اون غمامونو یه جوری کنار بذاریم و بیشتر روی چیزای مثبت و روی خوشی ها تمرکز کنیم، چون همیشه ناراحتی هست. بله. دلمونو از غما بیرون کنیم و سعی کنیم که اونا رو بیرون بندازیم. درسته که وجود دارن. بله. همیشه هست، ولی حالا دیگه حد اکثر سعیش آدم میکنه که اون روز خوش باشه. و علت این که این مسئله رو پیش کشیدم، میخواستم بگم که هر کسی فکر میکنه غم خودش بزرگترین غمه، ولی واقعا همه هر کسی یک جوری، ولی میشه در این لحظات آدم خودش دوتا بشه، یکی رو اون هست که به اصطلاح غصه میخوره، یکی اون یکی که اونو دلداری میده. درست. من خودم بیشتر وقتا اینو. حالا یه برنامه. بله. من میخواستم یه شعر کوچیک از خوش باش دمی میتونم اونو. احسن بر شما. چون الان به نظر میاد. بله. بد نباشه. خوش باش دمی که زندگانی این است، می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. من حال خوبی داشتم، به به چه حالی داشتم، دیشب در آن سحر سحر در محضر گلهای تر من حال خوبی داشتم. بر شانه اوریان تو یک دانه ارزن کاشتم، یک دانه دادم ای عجب، صد باغ گل برداشتم، من حال خوبی داشتم. یک کوزه آب نسترن، یک تونگ عطر یاسمن، یک عالمه توت و تمشک، یک بقچه عطر بیدمشک، دشتی لبالب از حنا، خورشیدی از شور و نوا، زنبیلی از ریحان تر از دامنت برداشتم، به به چه حالی داشتم. کیف و گنجرا از عطر تو انباشتم، من حال خوبی داشتم. با سوسن و یاس و سمن، با ترکه های نارون، یک قایق از گل ساختم، در شط عشق انداختم. از دامن یک لکه ابر مشتی کتان برداشتم، با زربق و شال کتان یک بادبان افراشتم، من حال خوبی داشتم. باری
در آن صبح سحر کردم به دریاها سفر، گشتم هوای تازه را یک شوق بی اندازه را، من حال خوبی داشتم. از ریسمان بوی تو، از نخنخ گیسوی تو، یک تور زیبا ساختم، در قعر آب انداختم، صد ماهی طناز را یک جا به دام انداختم، من حال خوبی داشتم، به به چه حالی داشتم. گفتم که شادم کن به کلامی، گفتی خبر دهم به پیامی، زد هر دم از این خبر تو، جانم سوزد ای جان با هر شرر تو. حالا که عاشقم عاشقم من، بیا جوابم نکن، حالا که با التماس آمدم پیش دل خرابم نکن، بیا دوباره گفتم که بی تو میمیرم. گفتم که بی تو میمیرم. خب آهنگ قلب رو با صدای سروش شنیدید. من یادآوری میکنم که روز سه‌شنبه برنامه مخصوص نوروز از ساعت 3:43 تا 6:45 2 دقیقه و از ساعت 4 تا 4:30 برنامه مخصوص نوروز خواهد بود.
آقای سروش، چند تا تلفن داشتیم از شنونده‌های عزیزمون. آقای نادری زنگ زدن و ضمن تبریک عید نوروز فرمودن که از شنیدن یکی از ترانه‌هامون که افغانی بود لذت بردن و شاید لازم به گفتن باشه که افغانی‌ها هم عید نوروز رو جشن می‌گیرن. شنونده عزیز دیگه‌ای زنگ زدن که متأسفانه فرصت نکردم اسمشون رو بپرسم و ایشون درخواست کردن که آهنگ عید اومد بهار اومد پوران رو پخش کنیم. عید اومد بهار اومد یا عید اومد گل اومد بهار اومد، گل اومد بهار اومد فرقی نمی کنه پوران به هر حال. بله. در ضمن آقای دامون شکری زنگ زدن و ما رو مورد لطف و محبتشون قرار دادن و عید نوروز رو به همگی تبریک گفتن و همچنین آقای نصرت الله عطاییان، ایشون و همسرشون سال جدید و عید نوروز رو به همه تبریک گفتن و ما رو مورد لطفشون قرار دادن. در ضمن آقای داریوش هم زنگ زدن و گفتن در نیمکره شمالی از آهنگ سر اومد زمستون لذت بردن و در نیمکره شمالی الان بهار هست. بله آقای داریوش، خیلی ممنون، واقعا دمتون گرم. از پاریس دفعه دومه که زنگ میزنید، خدا حفظتون کنه، انشالله روزی شما رو در یک جایی در این کره خاکی ببینیم. آهنگ گل اومد بهار اومد با صدای زنده یاد پوران. Thank you.
آهنگ گل اومد بهار اومد با صدای پوران رو شنیدید. تلفنی داشتیم از که از دوستان عزیز من که فرمودن که در آگهی گفتن که باید عضو انجمن باشن که در برنامه نوروز شرکت کنن. دوست عزیز آقای ثابت فرمودن که خب یکی میبینی که از شهر دیگه اومد، تکلیفش چیه؟ امیدوارم که، البته فرصت زیادی نداریم که اگه آقا مرتضی رادیو رو گوش میکنن یا دوستان دیگر انجمن این توضیح رو بدن. بله، یه تلفن هم داشتیم از آقا مرتضی که گفتن که برای اگه شنونده های عزیزمون آهنگ دلخواهشون رو میخوان که برای عید نوروز روز عید پخش بشه، لطف کنید که به ما زنگ بزنید و ما حتما اون رو روز عید نوروز براتون پخش خواهیم کرد. شماره ما 830-35000 هست. بله خیلی ممنون. یک آهنگی بدون کلام برای چند دقیقه گوش کنید تا برسیم به آخر برنامه. تلفنی داشتیم از آقای دامونه شکری عضو انجمن و همچنین مرتضی خان و آقا مرتضی گفتن که لازم نیست که عضو انجمن باشیم، اونایی که موقتاً در ادلیت هستن و مهمان هستن اون لازم نیست، ولی مهمانانی که در ادلیت زندگی نمی کنن قیمت بلیت براشون 40 دلار هست و دانشجوها 45 دلار و بزرگسالان 50 دلار. اینا برای اونایی هستن که مهمان هستن در ادلید و اینجا موقتا هستن. خیلی ممنون. به پایان برنامه رسیدیم. سالی گذشت، امسال همون سالی بود که پارسال نگرانش بودیم. پیشرفت کردم از فردا به سال. بله، از فردا به سال رسیدیم. دوستان و شنوندگان عزیز، سالی پر از برکت همراه با سلامتی، خوشبختی و همه خوبی ها براتون آرزو داریم. ان شاءالله که سالم و برقرار باشید. انشالله خوش باشید و همیشه نوروزتون پیروز. با آهنگی از بیژن بیژنی به منزل میریم.
آتش عشقت به جانم، آتش عشقت به جانم، شعله خیز زد از دلم، از استخوانم، از از غم